به 300 کشته افزایش. حالا اگه اشتباه میکنم بسان برای دادخواهی قتل فرخنده. با نام خدا و با عرض سلام به برنامه گزارشگران این هفته با من جمشید نوری خوش آمدید. در این برنامه موضوعات داغ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک هفته جاری تقدیمتون می شود. موجودیت فساد اداری در کشور نگرانی شدید برخی از سناتوران آمریکایی را برانگیخته است. برخی از سناتوران آمریکایی به اداره باراک اوباما رئیس جمهور این کشور هشدار دادند که عدم رسیدگی به مشکلات فساد در افغانستان می تواند منجر به کاهش کمک سالانه 5 میلیارد دلاری به این کشور شود. یک عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تاکید کرده اگر افغانستان در امر مبارزه با فساد ناکام بماند، نظریه او نیز در مورد حمایت کشورش از افغانستان تغییر خواهد کرد. همزمان با نگرانی ها نسبت به موجودیت فساد اداری در کشور، برخی از سناتوران آمریکایی هم تاکید کردند که این موضوع سبب شده تا آنان در مورد حمایت کشورشان از افغانستان نظرشان را تغییر دهند. رابرت منندز، یک عضو ارشد کمیته رابط خارجی سنای آمریکا از حزب دموکرات، گفته که با وجودی که حکومت افغانستان تلاش های زیادی را در راستای مبارزه با فساد از خود به خرج داده است، اما هنوز هم این امر به گونه گسترده مردم افغانستان را بیداد می کند. عدم رسیدگی به مشکلات فساد در افغانستان می تواند منجر به کاهش کمک سالانه 5 میلیارد دلاری به این کشور شود. باید بگویم با در نظر داشت آنچه در افغانستان جریان دارد، نمی دانم اراده سیاسی در امریکا برای ادامه حمایت از افغان ها چی خواهد بود. آقای منندز این سخنان را یک روز پس از نشر گزارش سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان ارائه کرده است. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود گفت که آمریکا میلیاردها دلار به گسترش فساد اداری در افغانستان کمک کرده است. ایالات متحده آمریکا سالانه 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کند که 4 میلیارد آن در بخش های نظامی و 1 میلیارد دیگر غیر نظامی است. با آن هم اما فساد موجب برانگیخته شدن نارضایتی علیه دولت افغانستان شده و امکانات مادی را در اختیار شورشیان قرار داده است. با این همه اما ریاست جمهوری می گوید هرچند مبارزه با فساد سخت و پیچیده است، اما حکومت به خاطر مبارزه با فساد اراده قوی دارد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع از موجودیت فساد اداری در کشور به شدت ابراز نگرانی کرده تاکید دارد که سیستم کاغذپرانی در ادارات دولتی و نیز نبود زمینه سرمایه برای بازرگانان مشکلات زیادی را برای سکتور خصوصی به بار آورده است. آنان در این حال افزایش ناامنی در کشور را یکی از عوامل بدتر شدن وضعیت سرمایه گذاری عنوان می کند. هرچند مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات سران حکومت وحدت ملی به شمار می رود، اما با گذشت حدود 2 سال از تشکیل این حکومت هنوز هم این پدیده مردم را بیداد می کند. با این حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع می گویند موجودیت فساد اداری در کشور و نیز سیستم بوروکراسی در نهادهای دولتی باعث شده تا سکتور خصوصی با ده‌ها مشکل روبرو شوند. یکم داره از اداراتی که بوروکراسی است، از بوروکراسی یکم داره مردم شکوه دارن. ما میخوایم که بوروکراسی داره از ادارات گم شوه، فساد اداری گم شوه. ما در سیستم باید ساده سازی به وجود بیاد که چرا کم ما میتونیم با مردم خود به تجار خود خدمت کنیم. همزمان با این اما چالش های امنیتی هم یکی از مشکلات جدی فراراه جامعه بازرگانان کشور خوانده می شود. چالش هایی که باعث شده تا بیشتر از بازرگانان نتوانند نسبت به سرمایه گذاریشان در افغانستان اعتماد نمایند. از این رو آقای مهمن از حکومت می خواهد تا در این زمینه توجه جدی صورت گیرد. امنیت خامخا مشکلات پیشی، ولی در افغانستان تجار افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان همیشه به این مصمم هستند که کار خود میکنه و به مردم خدمت خود میکنه. این گفته ها در حال مطرح میشود که در حال حاضر در بیشتر از ولایت های کشور عملا جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت جریان دارد، موضوعی که بر حکومت است تا برای جلوگیری از آن توجه جدی نموده تا باشد سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر از پیش رونق یابد.
اداره بین المللی مهاجرت میگوید قرار است تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان و مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامه را ندارند به افغانستان برگردند. مقامات این اداره میگویند آنها برای کمک اضطراری به این مهاجران و جلوگیری از یک فاجعه بشری در آستانه فرارسیدن زمستان از کشورهای کمک کننده 21 میلیون دلار تقاضا کردند. یک مقام اداره بین المللی مهاجرت در مصاحبه با رسانه های خارجی از افزایش برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان ابراز نگرانی کرده گفته است انتظار می رود تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان برگشت کنند. این یک وضعیت اضطراری است. ما تخمین میزنیم که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برگردند که اسناد قانونی اقامه را نداشته و از کمک های اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد برخوردار نیستند. این مقام اداره بین المللی مهاجرت در ادامه گفته است اگر کشورهای کمک کننده در آستانه فرارسیدن فصل زمستان از سخاوت کار نگیرند، بحران مهاجران در افغانستان به یک فاجعه جدی مبدل خواهد شد. با گفته تقاضای آنها برای کمک به مهاجران بدون سند قانونی اند که از پاکستان برگشته و شمار زیاد آنها در شهر جلال آباد و ولسوالی های اطراف آن مسکن گزین شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. تقاضای کمک اضطراری ما به مهاجران ثبت نام ناشده می باشد که از پاکستان به افغانستان برگشته و اکثریت آنها در حومه شهر جلال آباد جابجا شدند. ما می خواهیم که بسته های کمکی بیش از رسیدن فصل زمستان به آنها برسند تا آنها مطمئن شوند که مواد خوراکی داشته و برای حفاظت از سردی هوا کمپل و خیمه در اختیار دارند. ما امیدواریم که آنها کمک های بشری مؤسسات و نهادهای مختلف و همچنان کمک های حکومت افغانستان را به دست آوردند که به آنها نیاز دارند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید آنها میخواهند مصارف ترانسپورتی تعدادی از مهاجرانی که به افغانستان برمیگردند را بپردازند و همچنان به آنها بسته های کمکی را فراهم کنند که در آن مواد ضروری مانند لباس، کمپل، وسایل پخت پز شامل اند. در حالی که روند برگشت مهاجران به افغانستان در این اواخر افزایش یافته است، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بعد از تعطیلات عید قربان امکان دارد روند برگشت افغانهای مهاجر سریع‌تر شود. رئیس جمهور غنی میگوید جنگ اعلام ناشده میان افغانستان و پاکستان در حال شدید شدن و گرفتن شکل یک جنگ اعلام شده است. آقای غنی همچنان هشدار میدهد آنانی که از دهشت افغانان حمایت میکنند نهایت سرنوشتشان منزوی شدن است. کابل ناراض و دلسرد از عملکردهای پاکستان، رویکرد نزدیک و تقویت روابطش با دهلی نو را در پیش گرفته است. رویکردی که در بسا موارد با مخالفت پاکستان همراه شده است. با تازگی رئیس جمهور غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NDTV گفته است که پاکستان انتخاب اشتباه کرده و جنگ اعلام ناشده میان کابل و اسلام آباد در حال گرفتن شکل یک جنگ اعلام شده است. گفتگوهای ما با پاکستان مشروط بود. من گفتم که یک دریچه وجود دارد که می تواند به یک دهلیز، یک گذرگاه یا یک شاهراه بدل شود، اما همچنان می تواند بسته شود. ما انتخاب نکردیم، رهبری پاکستان انتخاب کرد و آنها انتخاب اشتباه کردند. یک جنگ اعلام ناشده در حال تشدید می باشد و تقریبا شکل یک جنگ اعلام شده را می گیرد که پیامدهای جدی منطقه‌ای و جهانی به دنبال خواهد داشت. فرق قائل شدن میان دهشت افغانی خوب و بد یک فرق اشتباه است. کاملا ضروری است آنهایی که در فکر یک مسیر نادرست هستند دیدگاهشان را تغییر دهند و درک کننده کشورهایی که اجازه می دهند قلمروشان پایگاه برای بی‌ثبات سازی منطقه و جهان باشد، باید بسیار جدی در مورد عواقب آن فکر کرده و بر اساس آن عمل کنند. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد آنهایی که از دهشت افغانان حمایت می‌کنند نهایتاً سرنوشتشان منزوی شده است. وی می‌گوید درخواست کمک نظامی از هند را کرده است و از رهبری هند می‌خواهد که در حمایت بیشتر نظامیان از افغانستان درنگ نکند. هند افغان‌ها را از رهایی از فقر به سوی کامگاری حمایت می‌کند. ما همچنان بسیار افتخار به حمایت آشکار هند با چرخبال‌ها می‌کنیم.
همکاری امنیتی هند یک راز نیست. ما درخواست آن را کرده ایم و بسیار خرسند هستیم که در یک جنگ تحمیلی هند به ما کمک کرده که برای عملیات نیروهای ما حیاتی بود. امیدوار هستیم که هیچ درنگی در حمایت کردن از ما نباشد. رئیس جمهور غنی از هندی ها می خواهد میوه های افغانستان را بخرند و افغانستان نیز داروهای هند را خریداری می کند. این در حالی است که در سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به هند، نخست وزیر هند وعده کمک 1 میلیارد دلاری را به افغانستان داد که با این کمک مجمع کمک های انکشافی هند به حدود 3 میلیارد دلار می رسد. پس از وقفه کوتاه دوباره بر می گردیم. به 300 کشته افزایش حال اگر اشتباه میکردم قسمان برای دادخواهی قبل فرخواهی